همراهان عزیز همه چیدان، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب کنید و برای مطلع شدن از ویدیوهای جدیدمون روی زنگوله کلیک کنید. 10 واقعیت شگفت‌انگیز جنسی در مورد زنان و مردان که شما نمی‌دانستید. ناباروری بیشتر از آن چیزی که شما فکر می‌کنید وجود دارد. ناباروری می‌تواند ویرانگر باشد، اما تحقیقات نشان می‌دهد که این پدیده بسیار شایع‌تر از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید. به عنوان مثال، یک تحقیق منتشر شده در اوایل سال جاری نشان داد که به صورت میانگین از هر 8 زن یکی تحت تاثیر مشکل ناباروری است. تحقیق مشابهی در آمریکا نشان داد که حدود 6% از زنان متعهد 15 تا 44 ساله پس از یک سال از رابطه جنسی محافظت نشده هنوز نمیتوانند باردار شوند. در حدود 12% زنان قادر به تمام کردن دوره بارداری نیستند. مردان هم یک نقطه جی دارند. مردان بر روی بدن خود یک منطقه شبیه به جی اسپات موجود در بدن زنان دارند و زمانی که تحریک می شود می تواند باعث لذت شدید شود. این جی اسپات مردانه در واقع همان پروستات است که درست در زیر مثانه قرار دارد. البته پیدا کردن این نقطه در بدن مردان و تحریک آن اصول خاصی دارد. زنان بیشتر از آنچه که به نظر می رسد به مسائل جنسی فکر می کند. جامعه زنان را به کودکانی معصوم و پاک تشبیه می کند که حتی جرأت نمی کنند به مسائل جنسی فکر کنند. اما در واقع آنها درباره مسائل جنسی زیاد فکر می کنند و در بسیاری از مواقع تمایل آنها به رابطه جنسی بسیار بیشتر از مردان است. به عنوان مثال، یک نظرسنجی که اخیراً در انگلستان صورت گرفته نشان می دهد که 53% زنان اظهار کردند که هیچ وقت به اندازه‌ای که تمایل داشتند رابطه جنسی نداشتند. 75% زنان تمایل خود به داشتن حداقل 3 نوبت سکس در هفته را اعلام کردند. اورگاسم همزمان بسیار نادر است. اورگاسم همزمان بسیار نادر است و اکثر افراد هرگز در طول عمر خود هرگز چنین چیزی را تجربه نخواهند کرد. در واقع اورگاسم را باید به عنوان یک موقعیت در روابط جنسی در نظر گرفت. تحقیق صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که حدود 75% از مردان در روابط با شریک جنسی خود تجربه اورگاسم را دارند. البته این مقدار برای زنان فقط 30% است. متوسط طول آلت تناسلی 14 سانتی متر است. سوال از یک مرد در مورد اندازه آلت تناسلی او ممکن است یک سوال شخصی باشد، اما به احتمال زیاد اندازه آن در حدود 14 سانتی متر است. البته همیشه موارد استثنا وجود دارد. روابط جنسی می تواند قدرت حافظه را در زنان بهبود بخشد. یک مطالعه اخیراً نشان داد که روابط جنسی منظم و مکرر می تواند به بهبود توانایی زن در یادآوری کلمات و عبارات کمک کند. این کار با افزایش جریان خون به ناحیه هیپوکامپ مغز انجام می شود. دقیقا مشابه با مکانیسم تأثیر ورزش های هوازی است. رابطه جنسی دهانی می تواند حالت تناسلی مردان را طولانی تر کند. نتیجه یک مطالعه نشان داد طول حالت تناسلی بعد از یک رابطه جنسی دهانی بلندتر از زمانی است که اقدام به خود ارضایی می شود. اگرچه این نتیجه تایید شده است، اما هیچ دلیل روشنی برای این اتفاق وجود ندارد. اسپرم بسیار سریع است. اگرچه اسپرم ممکن است در خارج از بدن کاملا ثابت بماند، اما در داخل بدن یک زن آنها می توانند خیلی سریع حرکت کنند. اسپرم می تواند تا 5 میلیمتر در هر دقیقه حرکت کند که اگر اندازه آن بزرگتر شود معادل یک ماهی سالمون است که می تواند با سرعت 50 مایل در ساعت و یا معادل یک وال که با سرعت 15000 مایل در ساعت حرکت می کند است. سرعت خروج مایع منی حتی سریع تر است و سرعت آن در یک گزارش 28 مایل در ساعت گزارش شده است. سیب یک داروی تقویت قوای جنسی است. ما در رابطه با خوراکی‌هایی مثل توت فرنگی و فلفل و اثرات آنها در وضعیت سلامت و میل جنسی مطالبی را شنیدیم، اما یک مطالعه که در سال 2014 انجام شد نشان داد که سیب به خصوص در مورد زنان باعث
باعث ایجاد میل جنسی و عمل کرده بهتر در رابطه های جنسی می شود. اندازه واقعا مهم نیست. اگرچه ما در مورد اندازه های بزرگ آلت تناسلی مطالب زیادی شنیده ایم و به این باور رسیده ایم که اندازه بزرگتر آلت تناسلی یک امتیاز است، اما واقعیت این است که تصور زنان از حالت های بزرگ با درد و مشقت بسیار زیاد در رابطه گره خورده و آنها در عمل تمایلی به آلت تناسلی بزرگتر ندارند. سکس در دوره عادت ماهانه. برخلاف تصور عامه مردم که سکس در این دوره را بسیار بد می‌دانند، اما به شرط رعایت بهداشت و در نظر گرفتن مسائل مراقبتی، سکس در این دوره می‌تواند بسیار لذت بخش باشد. دو نوع اورگاسم زنانه وجود دارد. در حالی که اورگاسم برای مردان بسیار ساده است، اما این اتفاق در زنان کمی پیچیده تر است. در واقع زنان می‌توانند دو نوع اورگاسم داشته باشند، واژینال و کلیتورال. اگرچه هر دو نوع اورگاسم لذت بخش هستند، اما وقتی که با هم انجام می شوند، تجربه بسیار حیرت انگیز به همراه خواهند داشت. زنان هنگام تخمک گذاری جذاب ترند. تخمک گذاری به زمانی گفته می شود که یک تخمک از تخمدان آزاد می شود و این زمان را دوره باروری در سیکل قاعدگی می نامند. هر ماه یک تخمک در درون تخمدان زن به بلوغ می رسد. هنگامی که اندازه آن به حد معینی رسید، تخمک از میان تخمک ها آزاد شده و درون لوله های فالوپ طرف رحم حرکت می کند. اگرچه زن ها از آن آگاه نیستند، مردان به طور ناخودآگاه به هنگام تخمک گذاری بیشتر به زنان جذب می شود. در واقع رقاصان در طول مدت در هر ماه پول بیشتری کسب می کند. داشتن رابطه جنسی با جوراب. در صورت داشتن مشکل در رسیدن به اوج لذت جنسی، هنگام داشتن رابطه جنسی سعی کنید از یک جفت جوراب استفاده کنید. تحقیقات نشان داده است که وقتی پاهای شما گرم است، کار آسان تر می شود.